میمون دمدراز تا قبل از شیوع کرونا سر نخواستنش دعوا بود. بعد از کرونا ولی چون ساختار ژنتیکیش بسیار شبیه انسان است و میتواند سالها در اسارت باشد، متقاضی زیاد پیدا کرد. بیشتر هم که در آسیاست و 60% صادراتش با چینی ها و چینی ها هم خودشان برای آزمایش هایشان نیاز داشتند و بر سر منشأ کرونا با امریکا اختلاف سنگینی داشتند و جنگ سرد پکن واشنگتن هم روی توزیع میمون ها بی تأثیر نبود. خلاصه قیمتش بالا رفت و حتی در مقطعی دیگر به امریکا هم نفرستادند. Monkeys are on the loose in Pennsylvania. حالا دانشگاه پنسیلوانیا برای آزمایش واکسن جدید ضد کرونا 100 میمون را جابجا می‌کرده که ماشین تصادف کرده و یک میمون گریخته. Search going forward if they don't find the monkeys in the next hour or so. رسانه‌ها از مردم می‌خواهند اگر آن میمون را دیدند زنگ بزنند و خودشان نخواهند بگیرندش یا بزنندش. تلاش برای تهیه واکسن جدید ضد کرونا و آزمایش‌های مدام روی میمون‌های دمدراز یعنی سویه‌های دیگری هم در راهند. اومیکرون. البته که سازمان بهداشت جهانی از یک سو می‌گوید ویروس همچنان در حال تکامل است و جهش‌های جدید می‌تواند خطرناک‌تر باشد. و از سمت دیگر مسئولی دیگر در همان سازمان بهداشت جهانی معتقد است این موج فروکش کند احتمالاً به سمت پایان همه‌گیری حرکت می‌کنیم. From COVID-19. اظهاراتی متناقض که سابقه هم داشته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.